سلام، توجه کنید به چند خبر ورزشی. افغانستان با کسب 5 مدال به کارش در مسابقات قهرمانی کاراته غرب آسیا پایان داد. رقابات های قهرمانی کاراته غرب آسیا با حضور 4 کشور به میزبانی ایران از 3 روز پیش آغاز شده بود که کاراتکاران کشورمان با کسب 1 طلا، 1 نقره و 5 برنز در مکانه 4 ایستادند. در این رقابت ها سوریه با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز قهرمان شد. تیم عراق با 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز دوم شد و قطر هم با 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز در جای سوم ایستاد. این پیکارها در 5 وزن و در 2 بخش کاتا و کمیته برگزار شده بود که در کاتای انفرادی تنها مارسال از سوریه قهرمان شد و عبدالله ام از عراق در جای دوم ایستاد. رقابت‌های قهرمانی کاراته غرب قاره کهن با حضور 30 کاراتکار کشورهای سوریه، عراق، قطر و افغانستان در تهران راه اندازی شده بود. اما رئیس فدراسیون کاراته کشور میگوید که هیچ اطلاعی از تیمی که در مسابقات غرب آسیا شرکت کرده است ندارد و این تیم خود سرانه در این رقابت‌ها شرکت کرده است. به جهان فوتبال می رویم. آبی پوشان لندن میزبان را نقره داغ کردند. در پنجمین هفته از رقابات های لیگ برتر انگلیس شب گذشته چلسی با شکست بلکپول پنجمین پیروزی پیاپیش را جشن گرفت. در این دیدار مردان چلسی در زمین بلکپول با گل های کالو، مالودا و ددیو دروکبا موفق شدند حریفانشان را با نتیجه 4-0 در هم کوبند. در دیگر دیدار برگزار شده منچستر سیتی با نتیجه 2-0 در خانه بیگان قرنشین به برتری رسید. گل های این بازی را تیوز و یحیی توره در دقایق 43 و 71 به ثمر رساندند. در جدول هم چلسی با 15 امتیاز اول است و تیم های آرسنال و منچستر یونایتد با 10 امتیاز در رده های بعدی جای دارند. پیروزی مردان کاتالان با مصدومیت مسی همراه شد. در هفته سوم از رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا شب گذشته 5 دیدار برگزار شد که در مهم‌ترین آنها بارسلونا در خارج از خانه با از دست دادن مسی به برتری دست یافت. در این دیدار که شاگردان گواردیولا در زمین اتلتیکو مادرید به میدان رفته بودند با گل‌های لیونل مسی و جرارد پیکی در دقایق 13 و 33 موفق شدند با حساب 2-1 امتیاز حساس این بازی را کسب کنند. در این بازی اوفالوسی با تکلی خشن و مستقیم روی پای مسی از داور کارت سرخ گرفت و اخراج شد که این خطا منجر به مصدومیت مهاجم آرژانتینی بارسا شد. والنسیا هم با برتری 2-1 خارج از خانه مقابل هرکولز و صدر جدول ردبندی رقابت ها صعود کرد. در سایر بازی ها ویارال با حساب 2-1 لوانتا را مغلوب ساخت، راسینگ سانتاندر با 2 گل رئال زاراگوسا را از پیش رو برداشت و مالاگا با حساب 2-1 بازی را به سویا واگذار کرد. بانوی پیر اودینیزه را به زانو درآورد. تیم فوتبال یوونتوس پس از 2 هفته ناکامی در رقابت‌های سری ای ایتالیا شب گذشته با 4 گل مقابل اودینیزه به برتری رسید. در این دیدار برای یووه بونوچی، کواگلاریا، مارچیزیو و یاکو اینتا گلزنی کردند. در دیگر بازی انتر میلان مدافع عنوان قهرمانی با گل‌های ایلیچیچ و اتوو و با حساب 2-1 در زمین پالرمو با 1 پیروزی خارج از خانه دست یافت. در سایر دیدارها روم با حساب 2-2 مقابل بولونیا متوقف شد، لچه با 1 گل مغلوب چزنا شد، باریو کالیاری با نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند، کیوو با نتیجه 1-0 بازی را به برشا واگذار کرد، پارما و جنوا با تساوی 1-1 بازی را به پایان رساندند و ناپولی با حساب 2-1 سمپدوریا را شکست داد. در جدول رده‌بندی هم تاکنون چزنا با 7 امتیاز صدرنشین است، انتر با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر دوم است و کیوو هم با 6 امتیاز در رده سوم قرار دارد. از همراهیتان سپاسگزارم. با پایان مجموعه خبری این ساعت از نگار رسیدیم. با اتفاق همکارانم از حضور شما مرخص می شویم. آرزو دارم لحظات خوشی داشته باشید.